با سلام و درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر و با سلام به رفیقمون محمد رضا شاهرگونی و سپاس از اینکه با ما هستید. زنده باشید رفیق تاج عزیز. امروز شب یلدا رو پشت سر گذاشتیم و جنبه سمبولیک زیبای شب یلدا در حقیقت با همون هست که میشه اون رو به تحولات جاری در کشورمون نسبت داد و اون این که طولانی ترین شب سال گذشته و از این به بعد رو به اصطلاح پایان دوره تاریکی میریم. این رو با توجه به آنچه که در این روزهای اخیر و در یک سال اخیر در حقیقت شاهدش بودیم گفتم به شکل سمبولیک خیلی زیبا میشه دید. جنبش مطالباتی مردم کشورمون روز به روز گسترش بیشتری پیدا میکنه و عمق بیشتری پیدا میکنه در این سالگرد خیزش دیما و در این چهلومین سالگرد حاکمیت تاریکی بر کشورمون. میخواستم که ارزیابی شما را از این تحولات استفاده داشته باشم. ببین همین که میگید که در دیماه از دیماه گذشته تا دیماه سال 97 واقعیت به که حرکت ها و اعتراضات و مطالبات مردم بی‌گسست ادامه داشت. حالا دامنه کم شده زیاد شده ولی در ابعاد بزرگ همچنان ادامه داشت و اگر تظاهرات یا مثلا اعتراضات مثلا بزرگ نبوده، توده ای نبوده، ولی در سطح کشور کاملا محسوسه که ایران در وضعیت فوق‌العاده‌ای به سر می‌برد. این یک چیزیه که حتی حکومتی ها اینو لمس میکنن. حالا بعدا میشه به این پرداخت که مثلا در داخل جناح‌های حکومتی تحولاتی که اتفاق میفته میبینیم که همه این رو لمس میکنن و نگرانیشون رو از این نشون میدن و حتی میخوان که به یه نحوی از مراکز قدرت بگن که ما اونجا نبودیم، ما همچین هم نیست فلان فهمان. مثلا ببینید در تغییرات که در داخل اصلاح طلب ها اتفاق میفته یا در داخل خود اصولگرایان مثلا چیزها اتفاق میفته، خود این من نشون دهنده نگرانی های بزرگه. به نظر من خود این که در یک سال گذشته بعد از اون 10 روز باشکوه در 100 شهر کشور باز حرکت ها ادامه پیدا کرده، فروکش نکرده عملا و ایران همچنان جلو میره، مردم جلو میرن، تقابل مردم علیه جمهوری اسلامی به صورت تمام عیار دیگه تقسیم شده در طول یک سال گذشته. نمیشه گفت که بعضی ها ناراحتن بعضی ها ناراحت نیستن، اکثریت قاطع مردم ایران ناراحتن و یه اتفاقی که افتاده از اولین چیزش هم دی ماه گذشته نبود، قبل از اون هم اعتراضات کارگری، حرکت های معلم ها فلان در واقع تدارک دیده بودن، اونها زمینه رو آماده کردن برای اون خیزش دی ماه گذشته. ولی حالا خیلی چشمگیره که وزن پایین بالا رفته، یعنی خیلی چشمگیر بالا رفته، یعنی پایینه که در میدان رویارویی هست. این مسئله خیلی
حیاتیه، مخصوصا برای اونهایی که دلشون برای تهیدستان، زحمتکشان، کارگران، لگد مال شدگان میتپه. منظورم نیروهای چپ هستن و انتظارم هم میگم چپ هستن، چون چپ به طور اخص معنای دیگری نداره. مهمه که مثلا چه فکری داره چه فکری نداره، ولی چپ قبل از هر چیز، هویت چپ یعنی چه؟ پیوند با پایین. و اینکه اینقدر پایین وزن پیدا کرده، چند چپ ضعیفه، بارها صحبت کردیم دیگه با هم دیگه که چپ به لحاظ سازمانی ضعیفه، به لحاظ حتی مثلا شعارهاش، درکش از آلترناتیو، درکش حتی از سوسیال به شدت آشفته است. جریان های مختلف یعنی یه چیزی رو پوست انداخته ولی هنوز نمیتونه چیزهای مثلا راه های جدیدی رو خیلی منسجم به اصطلاح بهش بچسبه و اینها، اینا مسائلی هستن. منتها سازمان های چپ نیستن که اینو به وجود آوردن، توده مردم هستن که چپ رو چشان چشان میارن به صحنه مثلا رویارویی ها. این مسئله خیلی مهمه. توده پایین هستن، زحمت کشان هستن که چپ رو در واقع دوباره شمع چپ رو روشن میکنن. این مسئله خیلی حیاتیه که بهش توجه داشته. پایه اجتماعی چپ هست که بلند میشه، بلند شده در یک سال گذشته بیکرد انقطاع. نگاه کنید هر جا باشه پایینی هستن، زحمت کشا هستن، حالا چقدر کارگرن چقدر غیر کارگرن، ولی در مجموع تماما از پایین و زحمت کشا هستن. نگاه بکنید این مسئله خیلی چشمگیر هستش. و یک نکته دیگری که خیلی به نظر من روشن هستش عبارت از اینه که خصلت جنبش های مطالباتی خیلی پررنگه، یعنی که در مجموع غالب حرکت هایی که مردم سازمان میدن راه میدازن با شعارهای مطالباتیه. ظاهرن مثلا مرگ بر جمهوری اسلامی گفته نمیشه، البته گفته میشه، همه این که گفته میشه که مثلا وقتی میگه پشت به دشمن رو به میهن، اونم در نماز جمعه، کارگر و کشاورز اصفهان، خیلی روشنه که چی میگه دیگه. یا دشمن ما همینجاست گرچه میگن آمریکاست فلان، خیلی روشنه که چی میگه. ولی یادمون باید باشه که اینها میدونید که اساسا با مطالباتی به میدان، مطالبات هم بهانه گیری نمی کنن، درماندگی وحشتناکی هستش، فروپاشی اقتصاد، در واقع فروپاشی اجتماعی، در واقع فروپاشی حتی آموزش، همه چیز رو دیگه در نظر بگید در حوزه های مختلف. مثلا بخش عظیم حاشیه نشینان در شهرهای ایران که اصلا هیچ پناهگاهی ندارن، مسکن فلان معنا ندارن. زلزله زده های ما در کرمانشاه توجه داشته باشید، اصلا هیچ تکیگاهی ندارن. یعنی میدونی که چیزیه که حتی خود رژیمی ها نمیتونن بگن که اینها خواسته های واقعی نیستن. خواسته های واقعی هستن و مردم العطش فریاد میزنن، فریاد عدالت، فریاد انسانیت. بابا شما مگه آدم نیستید؟ آخه اینطوری مگه میشه زندگی کرد؟ وقتی چنین وضعیتی وجود داره، حرکت مردم با خیزش ها و اسلام و خواسته های مطالباتی پیش میره. خواسته های مطالباتی را هیچ دیکتاتوری آسان نیست برسر بایدش. جمهوری اسلامی هم که خیلی دشوار داره داره. علتی که ایدئولوژی اینها ظاهرم در ظاهر بگم تحجیل میکنم روی ظاهر با حقبازی شد، با شارلاتانیزم شد، با ریاکاری شد، خودشون رو طرفدار زحمت کشان میشون دادن. از اول که اومدن و کوخ نشینا، یاد دونه دیگه خمینی ملحوم مثلا کاخ نشینان و کوخ نشینان مطرح کردن، همین کوخ نشینان هستن که بر علیه شما بیان کردن. بعد بنابراین آسان نیست که اینها رو سرکوب بکنه. میبینید که مثلا آدم های مختلف شریعت مداری رو ببینید، یا یه جانور یه دیگه اون وزیر نمیشه اومده گفت امنیتی میکنن بعضی ها فلان فلان، میگه امنیتی میکنن یعنی اونها هم میگن. دادستان اهواز میگه هیچ کس خوشش نمیاد که
به اصلا هم نوعانش و هم شهریانش و نمیدونم فلانش رو اذیت کنه، بازداشت کنه، فلان بکنه، بازداشت کرده برده زندان فلان بهمان. همین الان کارگر فولاد در زندانه، کارگر هفت‌تپه در زندانه، فلان میگه هیچ کس خوشش نمیاد. ولی آخه در سطح خیابان قضیه رو نمیتونیم حل کنیم فلان. ولی هم بدیم چه چرا سطح خیابان، اول که سطح خیابان نبود، چیزی نشده، مردم دیگه هر جایی که زدن فریاد رسی در کار نبود. بنابراین که اومدن دیگه سر راست اصلا رو در رو میشن. و توجه داشته باشید در هفت‌تپه اینو دیدید، حالا در اهواز میتونید ببینید. ببینید از تهران ندا میدم بازنشستگان کشوری و لشکری به کارگران فولاد اهواز، به کارگران هفت‌تپه، دقت بکنید. بعد کارگر من تأکید میکنم بازنشستگان لشکری، کارگر زندانی آزاد باید گرد، امنیتی کردن رو اعتراض میکنن، شوخی نیست. اینا که خودشون رو تحت این عنوان میتونن حتی حقوق بازنشستگی رو قطع بکنن که شما علیه نظام برخواستید، ارتشی هم نمیدونم سپاهی بودن، به هر حال نیروهای مسلح بودن، لشکری هم دیگه به اصطلاح. وقتی این اتفاق میفته ما وارد یه فاز دیگری شدیم، فاز رویارویی مردم، اون که مانیفست کمونیست، اکثریت عظیم، جنبش مستقل اکثریت عظیم به حرکت در اومده و در رویارویی با نشین جمهوری اسلامی. این مسئله خیلی حیاتیه به نظر من. و در سالگرد دیما اینا میتونه مشهور، یعنی اغراق نکنیم، یعنی هیچ اغراقی در کار نیست، خاموش نشده، نمیتونن بگن که اینها رو باز کنیم. مثلا اینها البته میگن ها، مدام میگن که نمیدونم دستگاه های آمریکا نمیدونم فلان بهمان امنیتی فلان بهمان رهبرانشون رو میگیرند و نمیدونم دستگیر میکنن، معلم ها زندانی هم نمیدونم، کارگرها زندانی هم نمیدونم، هفت‌تپه یا فولادی ها نمیدونم، کامیون رانان همه جا هستن دیگه. ولی وضعیت رژیم دفاعیه از لحاظ گفتمان ها، میگم دیسکورس دفاعی داره رژیم، خیلی روشنه که اگر اینو بگه که با اینا بی خود میگن و فلان وضعشون خوبه، اصلا همه چیز میره. مثلا ببینید رژیم در این رو جاها معمولا از نیروهای اطلاعاتی که خب اونا را سیر خوردند و سیر خوردند و راضی نگردی دارند اطلاعات، و مثلا بسیج رو، بسیج در سرکوبا نقش مهم میدارد. میدونی که در دیما خودشون گفتن یه چقدر از بسیج فرو ریخت. بسیج چه نیرویه؟ بسیج نیرویه که ظاهرا از مردم به اصطلاح عضوگیری کردند، یه با رشوه دهی و نمیدن با تحمیق و فلان و بهمان اینا به انها و اقسام. در یه رویارویی بزرگ با مردم، مثلا بسیجی هایی که در خوزستان هستند، در شوش هستند، در اهواز هستند، در شهرهای دیگر هستند، مثلا بیان کارگرها را اینطوری بسلام با، در حالی که همه مردم اونجا حتی خیابون ها از اینها حمایت میکنن، بسیجی ها خانواده های اونها را خیلی هاشون میشناسن، میدونی که اصلا احساس خطر هم میکنن. فروریزی یعنی کمترین حرفه، یعنی طبیعیه که اونا نگران خواهم بود. اینا نیروهای پادگانی نیستن، دقت بکنید که میده که نیروی پادگانی یا نیروهای ضد شورش رو معمولا نمیذارن با مردم تماس بگیرن. میدونیم که در سال 57 یکی از دلایل اینکه ارتش فرو پاشید این بود که شاه مدت ها آورد نیروهای نظامی رو، غالبا هم سربازان وظیفه بودن، یا نیرویی که تفنگ به دستش بود، در خیابون ها نگه داشت. مردم را برادر ارتشی، چرا برادر کشی؟ خود مگه شما از ما نیستید؟ گل گذاشتن به توفنگه هاشون فلان شد. ولی اونجا رسید که گفت ارتش خلقی به پا میکنه، میهن خود را رها میکنه. این اتفاقا افتاد بیده. این در مورد بسیج و فلان، نیروی سرکوب باید نیروی پادگانی باشه. نیروی بسیج، نیروی فروپاشی ها به نظر من قطعی خواهد بود. و این که حالا اتفاق افتاده نیفتاده چیز دیگری، ممکنه این مسئله مطرح بشه که چرا حالا مثلا شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای فلان، اونطور که در 10 روز طلایع دیماه گذشته
گفته میشد فلان، اونطوری اتفاق نمیفت. دلیلش خیلی ساده است. دلیلش اینه که جنبش مردمی مخصوصا در دیکتاتوریا در همه جای دنیا قانونمندی داره. اون قانونمندی چه هستش؟ اونه که مردم همیشه سود و زیان رو محاسبه میکنن، مخصوصا در دیکتاتوریا. ببینید این روزا لوکزامبورگ یه حرف خیلی قشنگی داره، میگه که در دوره انقلاب ها یک درد و رنج های مصیبت های بر سر مردم میان که اگر اون شور و شوقی که خود انقلاب به وجود میاره نبود، تحمل اونها ناممکن میشود. یعنی واقعیت اینه که مردم وقتی میزن خیابون میبینن برادرشون، پسرشون، دخترشون شهید شد، فلان شد، بهمان شد، به خونش آلوده آغشته شد و اینها، اینها آسان که نمیرن خیاب، میدونن هم که یا بگیرن مثلا چه میشه ظاهرا بی خطر تعریفش اینه که از کارشون ازش میگیرن، مثلا معلمه میگیرن از معلمی اخراجش میکنن. بعد از سالها دیدید که دیگه اون معلم بزرگوار خراسانی رو چکار کردن بیان برده بودن در تیمارستان. این معناش چیه؟ نه تنها زندگیش و فلانش از دست میده، میگن دیوار هم هستش. وقتی اینا میرن محاسبه میکنن، دامنه یه جنبش وقتی گسترش پیدا میکنه، مردم دل و جرأتشون بیشتر میشه، هزینه سرانه شرکت در اعتراضات پایین میاد. این قانونمندی خیزش هاست، حرکت های توده ای مخصوصا در دیکتاتوری های برجسته میشه. حالا این اتفاق داره میفته، یعنی مردم نگران نیستن، نگران ها راحت تر میگن، چون میدونن که پشتشون به کوه البرزه، یعنی توده ایرانی ها پشت سرش. وقتی که کارگر اهوازی میبینه که بازنشستگان در تهران در جلو مجلس میگه کارگر زندانی آزاد باید کردن، علیه امنیتی کردن و شعار میده، لشکری ها اینو میگن، میفهمه یعنی چه. دقت بکن وقتی معلم ها از اونا حمایت کنن میفهمه یعنی چه. بنابراین که دل و جرأت بیشتر میشه. این جنبش مطالباتی یه طرفش نشان دهنده مصیبت ماست، غلبه جنبش مطالباتی، یعنی که وضع اونقدر خرابه که مردم اصلا نمیتونن اعتراض نکنن، فروپاشیه. یه طرفش اینه که جنبش مطالباتی یه فرجه میخره، یه سپر دفاعی داره که در جنبش سیاسی اوریان این سپر دفاعی با این محکمی نمیتونه به کار بگیره. بنابراین جنبش مطالباتی میتونه به اصطلاح سازمانیابی توده زحمتکش و توده به اصطلاح معترض و ضد حکومت رو به اصطلاح دامن بزنه، با آهنگ وسیع به اصطلاح خیلی شتابانی بالا ببره. در واقع جنبش های مطالباتی اون نیروی مومنتوم رو به اصطلاح نیروی شتاب رو خیلی به اصطلاح جهشی بالا میبره، هرچند که ظاهرا ممکنه همه جا اتفاق نیفته، ولی در واقع به اصطلاح اون ترس فرو میریزه در دوره های انقلاب ها که جزش ترس فرو میریزه، یه چند چیزی اتفاق افتاده. این مقدار بیشتر روی این وجوه جنبش مطالباتی تأمل بکنید. همین مسئله‌ای که اشاره کردید، حمایت یا همگرایی بخش های مختلف جنبش، چیزی که امروز به وضوح میبینیم. به قول شما بازنشستگان از معلمان زندانی، کارگران زندانی در تهران از کارگران زندانی اهوازی حمایت میکنن، دانشجویان میان میگن که فرزند کارگرانیم کنارشان میمانیم، معلمان به همین ترتیب، نمیدونم همه اینها از خانواده مادران پارک لاله میان از همه اینها دفاع میکنن. یعنی این یک چیز شکوهمند و ستایش انگیز و غرورآفرین است که همه جا میبینیم، به طوری که حتی مقامات امنیتی هم با ترسشون رو از این رسما اعلام کردن که آقا این همگرایی ها خطرناک است، و در نشریات مختلف میبینیم که مطرح میکنن این وحشتشون رو از آن چیزی که در حقیقت به قول شما اون پایه جنبش چپ هست، یعنی این پایه اجتماعی پایینی هست در حقیقت. این رو یه مقداری
صحبت بکنیم بیشتر راجبش که به چه شکل در حقیقت از کجا ناشی میشه، یعنی اون وجوه مشترک این طبقات و افشار گروه های مختلف اجتماعی چیست که اونها رو به همگرایی وادار میکنه؟ ببینید کافی ایران امروز رو با ایران سال 57 مقایسه کنیم. ایران سال 57 خب مردم ریختن قیابون و فلان، ولی اوائل چطوری بود؟ اوائل یک سلسله اعتراضاتی که شروع شد، مثلا ظاهرا خصلت سیاسی داشت از اول. مثلا یادتون باشه که نمیدونم اون مقاله‌ای که علیه خمینی نوشتم، بعدا نمیدونم اونجا درگیری شد، آدمای کشته شدن، بعدا مثلا شب هفته ها و فلان و اینها. حالا اونطوری نیست. اینو اگه مقایسه بکنیم میبینیم چرا اون موقع از مسائل سیاسی چیز بود. به این خاطر بود که مسائل اقتصادی ایران اون روز هم فاصله های طبقاتی وجود داشت، مردم زحمتکش وجود داشت و فلان. سال 57 در واقع نقطه‌ای بود، معمولا در توزیع انقلابات میگردی که یه دفعه یک توسعه اقتصادی یا یک رشد اقتصادی مثلا نسبتا چشمگیر جلو میره، منتها یه جایی متوقف میشه یا کن میشه و توقعاتی که مردم دارن به اصطلاح مردم رو یه دفعه توقعات برآورده نمیشه، مردم عصبانی میشن، انقلاب میشه. یکی از توضیحاتی که برای انقلابات میدم اینطوریه دیگه. انقلاب سال 57 احتمال انصافا با این توضیح قابل چیزه، چون واقعیت اینه که انقلاب سال 57 در انتهای 15 سال توسعه و رشد اقتصادی اتفاق افتاد. یعنی اون رشدی که در اون سالها ایران ما هست، مخصوصا اون 10 سال آخر که مثلا از سال 45 تا 55 رو در نظر بگیرید، رشدی که ایران اون زمان داشت هیچ وقت در تاریخ متأخرش نداشته. ما حالا تاریخ قبلیش حالا چی بوده ما رو ول کنیم، همین مثلا در 100 سال 200 سال اخیر نداشته هیچ وقت، اینطوری که یه دفعه جهشی جلو رفت ایران. خب طبیعی بود که اونطوری بود که خمینی گفت ما برای خربوزه انقلاب نکردیم دیگه. آیا امروز هم اینطوریه؟ مردم برای خربوزه، گوجه فرنگی، پیاز برخواستن؟ این مسئله مهمیه. یعنی این اونطوری جواب نمیده، این اونطوریه که مردم مستعصل شدن. نه که در ایران امروز سیاسی نیستن ها، یادمون باشه در 40 سال گذشته، من اینو بارها تکرار کردم بازم معتقدم باید تکرار بکنیم که در 40 سال گذشته ایرانی ها همیشه اعتراض کردن و اعتراضات سیاسی کردن. از روز اول زنان ایرانی بر سرش رو سری میدونید که چه کردن یا زنان ما نافرمانی مدنی که در این 40 سال گذشته زنان ایرانی، حتی بدونید که فرمول نافرمانی مدنی رو به طور به اصطلاح فرموله باش آشنا باشن، اصلا اونو به کار گرفتم خلق کردن اصلا. یا مثلا جوانان ما چطوری اصلا زیر پا گذاشتن بایدها و نبایدهای رژیم رو، بخش قابل توجهی از جامعه ها که اینا سعی میکردن بگن اینا مرفه هاست، مرفه ها هستن، نه مردم توحید هست. واقعیت نه که در سالهای اخیر علاوه بر اونها، ما دختران خیابان خیابان داشتیم دیگه همه فارسا، ولی علاوه بر اون نافرمانی های مدنی که مخصوصا در رویارویی های فرهنگی مردم ایران با رژیم تاریک جهنمی جمهوری اسلامی مشهود بوده و همیشه هستش، نه این بار چیز دیگری هم اتفاق افتاد. نگرد کنه پایین بلند شد. اون چیزی که در واقع اینا میگفتن اونا ثروتمندن، اونا خوشخورده و خوشخوابیده و فلان هست، اینا رو نمیشه گفت. کارگر فولاد رو میشه توی گو، کارگر هپکو رو میشه توی، کارگر چیزو معدن آقدره رو میشه توی گو، نه نمیشه گفت. کارگران راه آهن رو این توی میشه گفت، کامیون رانان زحمتکش ما رو میشه توی گفت، نه نمیشه. معلم های ما زحمتکش ترین چیز، آینده ایران در دست این هاست. جوانان 15-16 میلیون جوان ایرانی در اینا چی میکنن؟ بزرگ زیر ساخته های آینده ایران که مهمترین زیر ساخت در کشور زیر ساخته های انسانی دست اینا. ببینید در چه روزی افتادن آقا معلم ها با این حقوق میشه زندگی کرد؟ تا
تازه اونها تابع قانون مشمول قانون کار نیستن، اونها مشمول خدمات کشوری هست. اگه این وضعیت رو در نظر بگیرید، مسئله ای که هستش عبارت از اینه که برخلاف اون چه تبلیغات رژیمی که نه اینکه اصلا آمریکایی ها و نمیدونم رژیم سعودی اسرائیل فلان میخوان بچسبونن دیگه، من نمیگم اونها مخالفن، جمهوری اسلامی اصلا در واقع یه جایی نداره که در واقع اونجا پناه ببره. تقریبا مثلا دیدید که وزیر اطلاعات گفت تمام این همسایه های ما علیه ما هستن. بله هستن، واقعیته. یا لااقل متحد نداره، از جمله در عراق شما متحد نداره، در شیعیان عراق دقیقا رو کنید، دیدید که چطوری برخورد کردن دیگه. ما این به دلیلی که شما اصلا از لحاظ چیز برشکستگی مطلق هست. ولی آیا اونها هستن این شورش رو به وجود آوردن؟ نه بابا، گوجه فرنگی نمیتونه بخره، پیاز نمیتونه بخره، سفرهش خالیه. اینه دیگه به چرا که نمیشه که همه ایرانی ها توطئه کرده باشن. دقت بکنید وقتی این حالت هستش، حتی خارجی ها که نیستن، حتی سازمان های چپ هم نیستن. همون که تأکید کردم دیگه که سازمان های چپ به دلیل سرکوب هایی که شده و به دلایل دیگر اونطوری سازمان مردم ما نداریم، متاسفانه اونطوری کاش داشتیم نداریم. چیا اینو چپه؟ همین که میگید ها فرزند کارگرانیم در کنارشان میمانیم، این شعار چپ خیلو کنید. کسی که تحصیلات عالی میکنه اینو میگه، این شعار چپه. پایه اجتماعی چپه که به خطاب به سازمان های چپ، اگه سازمان های وجود دارن که من به نظرم وجود دارم ولی وزنی ندارم، میگن بی اوزه ها بیایید وسط میدان. دقت بکنید مردم هستن، توده زحمتکش هستن که ما رو فرا میخونن یا در واقعی هستن. حالا ممکنه ارزش رو داشته باشیم بیاییم یا نداشته باشیم که واویلا خواهد بود. بنابراین که قضیه بعد یه دفعه این پیونده ها رو اگه در نظر بگیرید، مثلا یه روزی من یادمه که ما مطرح میکردیم که تشکل سراسری مثلا اتوبوس رانان مثلا شهری در ایران مثلا یه اتحادیه برای خودشون درست بکنن، رانندگان شهری مثلا. یه دلگاه این فانتزیه، حتی در تشکیلات خود ما هم یکی عده از رفقای ما گفت این فعلا نمیشه اینجوریش. دقت بکنید حالا نه تنها اینها شدنی هستن، ببینید چه چیزی کارگران اتوبوس رانی تهران رو به هفت تپه متصل میکنه، هفت تپه رو به فولاد اهواز، اونها رو به کامیون رانان نمیدونم فلان، معلم ها رو به بازنشسته ها فلان متصل میکنه. نه تنها چنین چیزهایی به وجود آمدن، بلکه اتصال بخش های مختلف زحمتکشان با هم دیگه ارتباط دارن. البته هنوز اتحادی یا تشکل های به اصطلاح جا افتاده نداریم، ولی درست میشه، باید هم درست بشه و دیر هم میشه، باید حتما درست بشه. ولی یک چیز هستش، خواسته های باز واقعا سوزانی که مردم دارن، نیازهای سوزانی که دارن، اینها سمنت های ارتباط هستن، سمنت های انسجام هستن در رأس اونها که حالا اخیرا در پایین باز با انسجام و با تون واقعا تهاجمی بعد در واقع انعکاس پیدا میکنه. تامین اجتماعی است، همین که بیمه همگانی رو مطرح میکنن، این چیز کمی نیست که بیمه همگانی میگه. تامین اجتماعی فقط بیمه کار نه، بیمه همگانی یعنی نه تنها مریض باشه باید باشه، نمیدونم آموزش باید داشته باشه، بچه های ما مدرسه نمیتونم. دیدید که در زاهدان چی شد؟ بچه های حتی پیش دبستانی طفلک های معصوم ما اونجا چی شدن؟ نگه بکنید در چنین شرایط بودجه آموزش و پرورش چه میشه؟ آخونده ها الله چه کار میکنن؟ اینه یعنی کشور ایران اینقدر در واقع فلک زده است که بلان اینا قبل از تحریم ها بوده ها، که به ازدا بگیم که در نتیجه در تحریم ها تمام شده بود و داشت چی میشد و این. و بعدم ایران نفت صادر میکنه، علاوه بر نفت چیزهای مهمی داره، امکانات اقتصادی وسیعی داره. آیا یعنی شما امکان نداره چیز رو داشته باشید؟ تامین اجتماعی به نظر من حالا واقعا اون چیزیه که اون نیازهای سوزان توده زحمتکش رو واقعا سمنت ارتباطی خواهد بود.
به همدیگه وصل خواهد کرد. این مسئله بایستی با انسجام و با به اصطلاح قدرت تمام حتما باید مطرح بشه. همه سازمان های چپ، همه انسان های شب، حتی ممکن چپ نباشن، امیده که مثلا این ضرورتا سوسیالیسم نیست چاپید. مثلا در همین کشورهای اروپایی که ما زندگی میکنیم، تأمین اجتماعی، حق مسکن، حتی مثلا مسکن آدم کسی اگه قدرت اینو نداشته باشه خونه اجاره بکنه، خونه میدن بهشون. حالا چطور میدن چطور نمیدن اون بحث میشه، بعضی جاها خوب میدن بعضی جاها نمیدن بعضی جاها بد میدن، ولی در مجموع اینا چیزهای شناخته شده ای هستن در همین چارچوب سرمایه داری. ما بایستی اگر چپ هستیم، اگر واقعا لافه در غربت نمیزنیم، لاغل همین چیز ابتدایی رو مطرح کنیم. بابا این مسئله این نیست که این تأمین اجتماعی اونجا در قانون اساسی این شارلاتان ها هم خودشون منعکس کردن دیگه، اصل 29، 30 و 31 قانون اساسی. ببینید بایستی همه به اصطلاح حق کار و بیمه بیکاری و نمیدونم فلان و بهمان داشته باشن، حداقل درآمد و فلان، بایستی حتما حق آموزش داشته باشن، حق همگانی گفته، این حقی است همگانی، جمله قانون اساسی جمهوری لعنتی اسلامی دیگه. حق مسکن، خب چرا نمیدید؟ چرا حق به اصطلاح بهداشت و درمان؟ حالا کجا برن دفلک ها بچه ها؟ مثلا ببین همین که باز تکرار میکنم، زلزله زدگان ما در کرمانشاه چرا اینطوری آخر؟ چرا در زیر برف و باران موندن؟ اینها مسائلی هستن که بایستی همین صف بیکران توده زحمتکش باید یک صدا تأمین اجتماعی بخواد، چون تأمین اجتماعی ندن کافی نیست. این که خواهند داد یا نه اون بحث دیگریه، ولی مبارزه برای تأمین اجتماعی سلاح متحد کننده و بران و نیزه تهاجمی توده زحمتکشه. بایستی همین الان رو به دست بگیریم و پیش بریم، چه در کشورهای اروپایی و چه در جمهوری اسلامی در قانون اساسیش به هر حال این حق تأمین اجتماعی در حقیقت وجود داره. در سیستم سرمایه‌داری هم میشه رسید به این. منتها از طرفی میخوام ببینم آیا این تناقض رو به وجود نمیاره که گویا صحبت میکنه و به عنوان سوسیالیست هاست بحث این رو میکنیم که ما برای سوسیالیسم از همین امروز مبارزه میکنیم، در این حال شعاری رو مطرح میکنیم که در چارچوب سرمایه داری میگیم، خودمون داریم میگیم که قابل تحقق. این تناقض ظاهری رو چطور توضیح میدید؟ ببینید مسئله، من میخوام این قضیه رو چی بکنم که من همین الان، من مسلمه که طرفدار سوسیالیسم هستم، از مبارزه برای سوسیالیسم از همین امروز. اولین شرط مبارزه برای سوسیالیسم در واقع خیزش شکلگیری جنبش اکثر مستقل اکثریت از این برای اکثریت از این. ما حالا شاهد شکلگیری این چنین جنبشی که مانیفست میگفت حالا در ایران هستیم. بیان میکنیم. پس اولین چیزی که برای سوسیالیسم میخواهیم از سرمایه داری فراتر رفتار کنیم اینه که چنین مسئله داشته باشیم. که البته باعث این به در نبرد دموکراسی پیروز بشه، در واقع دموکراسی رادیکال ایجاد کنه که بتونه در واقع فقط در مقابل قانون برابر نیستیم، بلکه امکانات برابر هم داریم فلان اینا دیگه، برای امکانات برابر و فلان اینا. بعد در مرحله چند وقتی محکم کردیم، مسلما بایستی انقلاب اقتصادی باید اتفاق بیفته و اینا. منتها اولا که توده محروم چطور به اسلام متحد میشه، اون اکثریت هست. حالا من میگم که به عنوان سلاح متحد کننده توده محروم، یعنی توده محروم یعنی فاعل دگرگون. میده که تئوری مارکسیستی تئوری معطوف به فاعل هستش، تئوری فاعل محور، سوژه محور به اسلام دقت میکنید. عامل این قبل از مارکس و اینا هم سراجع سوسیالیسم صحبت میکردن، مثلا به پادشاه اورلان متوسل میشدن که اینو اگه اینطوری بکنیم خیلی بهتر میشه، با نیت خیلی انسان دوستانه ها مطرح میکردن سوسیالیست های تخیلی. مارکس گفت ما نمیدم به شما که همینطور که حق گرفتنیست دادنی چه نیست، این پایین بایده. و اون پایین چیا هستن؟ همون توده زحمت کشی کارگران، طبقه کارگر به این خاطر. مثلا آدم با سواد و دانشمندی مثل آقای کینز
که مثلا خیلی آدم خود گفت یکی از چیزهای بد مارکس اینه که در واقع اشتباهاتش فلانش اینه که درست از آدم هایی که سواد ندارند و فلان و بهمان ندارند میخواد که اون جامعه رو تغییر بده. یعنی گویا این چون مثلا کارگر سواد باید داشته باشن، دانشمند باشن، دانشمندان نیستن که دنیا، دانشمندان خودشون هم ممکنه در حفظ این نابرابری ها منافع داشته باشن، چون انسان چه موجودیه که موجود دوپا رو میشناسه دیگه. اون چیزی که به خاطر منافع خودش برای که بتونه زندگیشو ادامه بده چیا هستن؟ همون که مانیز اونهایی که سنگین ترین زنجیرها رو بر دست و پا دارن، اونها اگه جمع بشه این فاعل دگرگونی اینا هستن. اولش هر پس اینه، دوم مسئله باید از اینکه چه خواست مشخص شد رو باید مردم که همینطور نمیان که به خاطر یک آرمانهای انتظایی که مثلا اون رو هم مثلا تئوریسین های فلان اونها که افق های به قول مارکس بزرگ تاریخی رو میبینند و فلان خوب بتونن بفهمن توضیح بدن و مردم باید این رو با گوشت و پوستشون لمس کنن. اون چه هستش؟ نقترینش همین الان تامین اجتماعی. تامین اجتماعی هم چیزی که تا همه هم مطرح کردن، یه همون که گفتید دیگه دون. خب اگه مطرح کردن چرا این رو نگیم ما؟ و من به نظرم اگر بگیم اون موقع معلوم خواهد شد که اپوزیسیون جمهوری اسلامی کدوم هاش واقعا میخوان که مردم ایران، اکثریت عظیم مردم ایران، من نمیخوام بگم همه ایرانی ها این طوری هستن منافعی دارن در تامین اجتماعی، اکثریت عظیم، روی این عظیم تاکید میکنم، اکثریت عظیم مردم ایران منافع دارن. مثلا ممکنه معلم ها اون وضع رو نداشته باشن که کارگران نیمه وقت رفتگر ها، ولی همهشون در تامین به اصطلاح یک بهداشت همگانی منافع دارن. این مسئله هست دیگه، همه باید مریض شد که هستش دیگه. ببینید این شعاره چیز رو مدلش رو از شوروی برداشتن در انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم، همین حزب کارگر، رهبران حزب کارگر و اینها، و عنوانش این بود از گهواره تا گور بایستی بهداشت و سلامت و فلان تضمین بشه. خب من همین رو میخوام بگم، از گهواره تا گور باید مردم در سلامتیشون، در به اصطلاح زندگیشون بایستی به اصطلاح بتونن به دکتر، به دوا، به درمان و فلان دسترسی داشته باشن و دکتر کارآمد ها، این بایستی سیستمی باشه. این از گهواره تا گور، این در همدن من تاکید میکنم این ضرورتا سرمایه‌داری نیست، البته ضرورتا سوسیالی نیست، من واقعیت که از سرمایه داری هم یه نوعی در واقع قیچی کردن به جا، یعنی در واقع در جایی که اینها پیاده میشن آمریکایی ها به خیلی از سیستم های اروپا میان، در واقع اونجا یه نوع سوسیالی وجود داره، همه سیستم تامین اجتماعی رو که در اروپا هست میگن جز. ولی بهتون بگم که یه نفر هست که مارکسیسته و ضمناً اسپانیایی اصله و آمریکایی، آمریکا هم درس میده، وینسنت ناوارو، این بررسی کرده میگه که در آمریکا و در اروپای غربی سن میانگین سن طبق کارگران 10 سال کمتر از اروپاست. علتش چیه؟ تامین اجتماعی. میانگین سن کارگران در پیشرفته ترین کشور سرمایه‌داری دنیا یعنی آمریکا 10 سال کمتر از اروپاست. و یه نکته جالب دیگه رو میگه، میگه که درست در گرماگرم جنگ دوم جهانی در انگلیس به اصطلاح میانجین سن پایینی ها در واقع بهبود پیدا کرد. علتش این بود که خیلی غذا فلان نمیتونستن پیدا، حالت فوق‌العاده جنگی پیدا شده بود و زیر بمباران های هواپیمای هیتلری هم دولت غذا فلان توصیف کرد، وضعیت مردم بهتر شد. درمان و فلان چی بود؟ این یه نفر یه محققی کتاب نوشته دیگه اصلا در مورده. این اگه این طوری هستش مردم چیز، این سرمایه‌داری نیست، دقت بکنید، این ولی در چارچوب سرمایه‌داری امکان پذیره، جنگ طبقاتی اکثریت عظیم اینو امکان پذیر میکنه، در چارچوب سرمایه هنوز پوسته رو نشکستن، دقت بکنید. بنابراین اینه که ما اول توده اکثریت عظیم، برای اکثریت عظیم باید بلند بشه، متحد بشه. دومی که با خواسته های متحد بشه،
در آغاز حرکت باید پرچمی به دست بگیریم، تامین اجتماعی نقدن در کشور ما. چرا من میگم این چیزهای دیگه نه؟ حالا خیلی چیزهای دیگه هم هستش، منتها نقدن اینو میگیم به این دلیل که در سطح تودهی قابل لمس شده حالا و در قانون اساسی این کفار واقعا کثیف، واقعا هم کفار هستن، هیچ کفاری به اینقدر که نبودن که اینا هستن. بعد با آمده دیگه با شارلاتان بازی آوردن، خب بیا بیاید بدید دیگه، چرا نمیدید؟ چرا قانون اساسی خودتون رو نقض میکنید؟ مردم زبانشون درازه به این کار. حدود 7-8 دقیقه به پایان برنامه مونده، اگه اجازه بدید بیایم روی مقدار روی چپ بیشتر متمرکز بکنیم بحث رو، و اون این که با اون ویژگی هایی که برشمردید از موقعیت سازمان های چپ خریدنش، امروز چه راههایی در مقابل این جریانات وجود داره برای اینکه اون پیامی رو که گفتید که مردم میگن، دانشجویان میگن، کارگران میگن که میخوان از این چپ که وارد میدان بشود، این رو چطور متحقق بکنه در حقیقت؟ ببینید واقعیت ماجرا اینه که اول که بایستی از اون با همه با هر نوع گرایش چپ که داریم در یک چیز واقعیت اینه که ما متحد هست، همچنان استالینیست استالینیست ماویست ماویست نمیدونم فلان نمیدونم هر بود، حتی سوسیال دموکرات ها قاعدتا باید اینطوری باشد، یه سوسیال دموکرات های غلامی رو فلان رو نمیگن، چلا هی میگن سوسیال دموکرات ولی میگن اینا نمیشه فعلا فلان، اینا رو نمیگن. اگر اینطوریه قبلا چه کار باید بکنم؟ من به نظرم در همراهی با طبقه کارگر کمک کردم، طبقه کارگر میگم عمومی تر میگم، یعنی بهتره بگم کارگران و زحمتکشان، همه توده پایین در متحد کردن، در کمک کردن اینها در ارتباط گیری با همدیگه و در سازمان یابی سراسر اینها تسهیلات اینجا کمک کنن، هرچی از دستشون برمیاد و هر طوری که واقعا دسترسی دارن کمک کنن در داخل کشور در خارج کشور اینو دفاع بکنن. دوباره اولین کار این شرط چپ بودن در بازار عرید که در میدان وایستادی بگید که چون من فلان کارم فلان چیز میفروشم، یعنی چپ چپی که از توده محروم دفاع نکنه غلط میکنه، میگه من چپ هستم. من به نظرم غالب چپ های ایران قاعدتا باید اینو داشته باشن و دارن غالبشون، من یه دایی که اسم خودشون رو قلابی چپ گذاشتن اونا رو ول کنید، من اونا هیچی نمیگن اصلا، یعنی یه طوری حرف میزنن که چیزی نگم که متعهد بشن. نه، چپ باید همیشه خودش رو در مقابل توده محروم متعهد کنه. من این کار هستم، من جانفشانی خواهم کرد، اگه لازم باشه کشته خواهم شد، ما بای برای بهداشت درمان آموزش فلان رایگان و همگانی چپ باید کشته بده، این اصلا چیزی لازم باشه، من از کشته شدن و کشتم خوشم نمیاد و کاش چه چیزی اتفاق نیفته، ولی اگه لازم باشه باید کشته بده. نگاه میکنید پس بنابراین اولین مسئله باید، دوم مسئله باید از اینه که درک خودمون رو همون نبرد دموکراسی، برای اینکه این توده محروم بتونه فعال بمونه و برای اینکه گرایشات مختلف چی باشه، همش بگید که کارگران و فلان، کارگران همهشون که سوسیالیست نیستن، هر جز اعتقادات، باید همه جریان های مختلف آزادی های بی حد بی به اصلاح چیز بی حصر رو استثناء باید داشته باشه، نامشروط به قول چیز حزب سوسیال دموکرات آلمان قدیم در دوره ماست گفتین آن کاندیشنال، بعد همینطور حزب بولشوی، حزب بسلا کارگری سوسیال دموکرات کارگری روسیه نو در اساس نامش آورده، در برنامش آورده بود، همون بی قید و شرط در واقع چست، اینو باید داشته باشیم. و دموکراسی، نبرد دموکراسی، پیروزی در نبرد، پیروزی در نبرد نه که رفتیم پشت بام نردبان رو میچشیم دیگران رو میگیم در شما حق ندارید، اعصاب دیگر رو، اینو ما باید روشن کنیم که اولین مشخصه آلترناتیوی که ما میخواهیم همه بایستی به اصطلاح آزاد باشن در تبلیغات و تشکیلاتش، یعنی دیگران هر جور با مخالفان ما، مخصوصا اون حرف درخشان کمونیست معروف روزا لوکزامبورگ، مخالفان آزادی یعنی آزادی مخالفان تو، قبل اگه معلومات اگه میخوای بگی من طرف آزادی خواهم، بلا واسه میپرسن که فلان داره، از
یک هم نیست که بپرسم یا نه سلطنت طلبان در چیز شما آزادن یا نه. من میگم آزاد. حق تبلیغات و تبلیغات دارم به اوکیاست. مردم اگه رأی دادن هم بدن به چش کار. من به هر حال مردم باید تصمیم بگیرن. دقیقا مقابل. بنابراین در داخل خود چپ. اینم باعث میشه که چپ خودش زمینه متحد شدنش قوی تر بشه. مسئله چیزی که وجود داره حالا ما به این احتیاج داریم علاوه بر این ماجرا که درباره این مشخصات سوسیالیزمی که میخواهیم که چطور میتونیم پیش روی کنیم از سرمایه‌داری فراتر بریم از نابرابری ها فراتر بریم بایستی بین خودمون بحث کنیم. ببین ایران ما ایران چند ملیتیه چند مذهبیه. اینا عیب ایران نیست. این رنگین کمان زیبای این کشور به اصطلاح تجسم اونه. بنابراین که مثلا آیا در این کشور زبانهای مختلف قومیتهای مختلف ملیتهای مختلف هستن اینا در سهم در اداره کشور سهم خواهند بود یا اینکه مثلا نه تو من چون ترکم راحت تر به دیگران به از خودم میتونم راحت تر دفاع کنم ولی بهتره به چیز مثلا آیا عرب ها رو میخواد چی بکنید یا اینکه چون عرب ها نمیدونم فلانند و ما عرب نیستیم چیز ایرانی ها عرب نیستن نه ایرانی ها عرب هم هستن مگه میشه چه عرب بود ما عرب هستیم مثلا عرب هم هستیم همه ما اون سایتمون زدیم دیگه اون که عرب ها رو گرفته بودن کلونا عرب همه ما عرب هستیم اگه زور بگید همه ما عرب هستیم از خواهران و برادران عرب بوده بلوچ ها چطور؟ همه بلوچ هستیم یعنی بایستی حتما اصلا چیزهای دیگه باش. ببینید در ایران یکی از چیزهای کسی زنان ایران زن ایرانی با مرد ایرانی برابر نیستن هیچ جا در دنیا برابر زن و مرد را هیچ نیروی دیگری مانند چپ و چپ مارکسیستی به اصلا پیش نبرده. ببینید نپال رو توجه داشته باشید بالای کوه جایی که پرت بلان دیگه اونجا هند رو به در نظر بگیرید به شهر دهلی نو و برید به نپال کاتماندو اونجا دخترها زنها چیزتر از برکت منچه یه حزب کمونیست علتش چیه؟ علتش اینه که اصلا جنبش کمونیستی در واقع همه جا برابری زن و مرد و جنبش کمونیستی رو انداخت نه که قبلا نبوده ولی هیچ کس به اندازه ما مبارزه نکرد با باطلیت حتی مهناز عفتبی اون کتابی که نوشته صاحبم دیگه کسیش مهناز عفتبی وزیر بزلا زنان شاه بودی ها گفته که بزلا جسته زنان جنبش زنان چطوری بود ولی اونجا گفته که انصافا چپ ها نقشی داشتن یه به کتابش مراجعه کن در همین ایران ما نقش داشتیم اون موقعی که میگفتن که زن ها میان خیابون نمیدونم ناموس و فلان و بهمان که دختران ما دختران جوان نمیدونم پیراهن سفید و نمیدونم چیز و فلان و بهمان میپوشیدن و نه تنها در خیابون بلکه سخنرانی میکردن برای مردها این ما بودیم این کار کردیم بگرد بکنید این چپه چپ در همه جا میگم نپال رو میگم فرانس قضیه روشن بشه بعد بنابراین که چی هستش ما برابری زن و مرد میخواهیم ما برابری همه ادیان رو میخواهیم در واقع غیر ادیان و ادیان جدای دین از دولت معلومه که ما اصلا و بعد ممنوعیت اعتقاد نها هیچ اعتقادی از جمله مذهب البته بایستی مسلم باشه به هیچ دینی هم امکان تسلط نمیدیم یعنی تسلط که بیاد مردم رو باید فرام شد. البته مردم باید تصمیم بگیرن. همه چیز به این شرطه که مردم که بشن دیگه ها. ضمناً هیچ شاخه ای نیست که میخوای دارم یا عالم اموال و فلان و بهمان داشته باشه مردم در گرسنگی بمونند و فلان چنین چیزهای اتفاق نخواهد افتاد و اینا. اینها هستن که به اصطلاح چیزهای چپ رو متحد میکنه کافیه همین لازم نیست که مثلا بریم به بحثهای خیلی فرق میکنیم همین چیزهای ابتدایی رو در نظر بگیریم در وضعیت کشور ما و یک مسئله اون دموکراسی که همه قاعده دارن همه ملی های ایران با ما حاکمیت مردم مگه نمیگیم حاکمیت مردم یعنی حاکمیت مردم دیگه یعنی مردم ایران باید تصمیم بگیرن که چی حکومت بکنه بهشون مثلا آقای رضا پهلوی باش میکنم که به
سنت پدر و پدر بزرگش بر نگرد که اموال فلان رو بگیرید به ما بدید و فلان رو بگیرید. اصلا غلط میکنه آمریکا، انگلیس، اونا معصوم. مثلا ما مصیبت هامون مثلا خاورمیانه به این روز افتاده، آمریکا چقدر نقش داشته در این خاورمیانه خونین امروزی؟ حمله ای که به عراق کردن، اون ماجراهایی که پیش اومد، چیا گرفت؟ من معصومم. پولهای ایرانیا، حتی میگه نه من نمیگم مردم ایران رو فلان، ولی پولهای چیزهای دولتی رو بگیرید، پولهای آدمهای دولت، پولهای مردم ایران هستن، کودکان همون زاهدانی هستن که اونجا بودجه نیافتن که اونا جیبشون رو، اونا مال مردم ایران کجا بدن؟ به شما بدن. البته خواهر گفت که من میگم اپوزیسیون دموکرات لایفستا چیز سکولار، خب تعریف بکنید. ما چند چند به آقای رضا پهلوی خواهم داد، چقدر مثلا به اون ملی های ایران خواهم داده بودم. اصلا چه رفتی داره به آمریکا؟ آمریکا غلط میکنه در مورد حکومت ایران تصمیم میگیره. آمریکا خودش متهمه، خودش مشکل ماست، راه حل ما نیست. نه، باید روشن بکنیم برای خودمون.